علی صمدی احدی در سال 1972 در تبریز به دنیا اومد و زمانی که 13 سال داشت همراه با خانوادش به آلمان مهاجرت کرد. او پس از دریافت مدرک لیسانس تحصیلاتش رو در رشته سینما و تلویزیون ادامه داد. بچه های گم شده نخستین اثر بلند علی صمدی احدی است. فیلمی درباره بچه سربازان اوگاندایی که باید برای شورشیان اون کشور بجنگند. بچه های گم شده تا کنون جوایز متعددی از جشنواره های سینمایی جهان دریافت کرده. این فیلم پس از پخش در شبکه پی بی اس آمریکا نامزد دریافت جایزه امی سال 2009 شد. مراسمی که همین هفته در شهر نیویورک برگزار میشه. بچه های گم شده اثری از علی صمدی احدی. Friday, the rebels found my parents digging in a field. There was a law that nobody should work on Friday. They found my parents working and killed them because they were digging. The leader of the rebels, Joseph Kony, said to us, I will overthrow the government of Uganda with only 50 people. The rest of you who are fighting with us will die on the way, and I will win with only 50 people. They gave us machetes and said, go and cut them up into pieces so small that even a fly could carry them. So we went and cut them up. Only thing is taken because we are trying to get rid of the nonsense, of the evil practices in the world. But before God, we are God's people. And we have eye of that we are going to succeed. God is with us. آقای علی صمدی احدی به شما سلام میکنم و درود میفرستم. سپاسگزارم از اینکه در شهر نیویورک با ما همراه هستید. منم خیلی متشکرم از دعوتتون و به همه همکاراتون و بینندگان عزیزتون سلام و درود میفرستم. آقای احدی، مقداری درباره موضوع این فیلم مستند توضیح میدید؟ چرا عنوان این فیلم بچه های گم شده است؟ واقعیتش اینه که وقتی که ما یک بچه ای رو از جامعه می دزدیمش و ازش سوء استفاده می کنیم برای خواسته های خودمون، برای ایده های خودمون، به روحش فشار میاریم، به بدنش فشار میاریم، بهش چیزایی رو یاد میدیم که به درد زندگی بچگیش و دوران بچگیش و دوران بزرگ شدنش نمیخوره و فقط ازش سوء استفاده میکنیم. در حقیقت بچه ها رو از زندگی عادی به دور میکنیم و یک جورایی این بچه ها گم شدن. این بچه ها دیگه توی جنگل تاریکی قرار میگیرن که راه زندگی عادی رو 100% به این زودی ها نمیتونم پیدا کنم. توضیح میدید که چرا علاقمند شدید فیلم مستندی رو درباره کشور اوگاندا بسازید؟ شرایط داخلی و وضعیت سیاسی اون کشور دقیقا چگونه بود؟
واقعیتش اینه که در درجه اول من این فیلمو نخواستم به خاطر کشور اوگاندا بسازم، بیشتر برای این می‌خواستم بسازم که دلم می‌خواست در مورد جنگ و کودکی یه فیلمی ساخته باشم، چون ما خودمون در ایران تجربه کودکی و جنگ رو چشیدیم، دوستا آشناهایی داریم که با سن خیلی کمی رفتن به جبهه، کشته شدن، زندگیشون رو از دست دادن، زندگیشون تحت تاثیر قرار گرفته به خاطر جنگ. خیلی از بچهای جنگ زده ای که از جنوب بعد از حمله عراق حمله کردن به از اون بخش ایران اومدن این طرف رفتن به شمال اینا، خب اینا اومدن به مدرسه‌ای که ما هم بودیم و آشنایی پیدا کردیم با طرز با فشاری که به اونا وارد شده بود. این چیزایی بودن که به نظر من مهم بود که آدم یک روزی دلم می‌خواست در مورد کودکی و جنگ فیلمی بسازم. اوگاندا به این دلیل برای من جذاب شد چون تنها کشوری بود که به صورت سیستماتیک بچه ها دزدیده میشن و ازشون سوء استفاده میشه برای خواسته های سیاسی، نظامی و برای یک سری خواسته هایی که یک تعداد افراد سیاستمدار یا پولدارها دنبالش هستن و این به صورت خیلی وحشتناکی. آقای عهدی، درباره تهیه و تولید این فیلم مقداری توضیح میدید که چه زمانی صرف ساخت اون شد و شما به کجاها سفر کردید؟ موقعیت‌ها و صحنه‌هایی که می‌بینیم چگونه فیلم برداری شده؟ این فیلم رو من 2003 با همکارم الیور شتالتز با هم یه شروع کردیم. الیور شتالتز یک فیلمساز آلمانیه که الان از اون دلن به خاطر این فیلم 7 بار سفر کردم، البته بعدها هم سفر کردم چون چند تا پروژه دیگه هم داشتم اونجا، ولی برای این فیلم 7 بار سفر که در حقیقت در شمال اوگاندا است. این بخش یک بخشی که 19 سال یا تقریبا 20 سال در کل جنگ زده، برای که ثبات سیاسی نداره و به عبارتی درگیر جنگ‌های داخلی هست، برای شما که یک فیلمساز غربی هستید و یا همکارانتون خطرناک نبود؟ به شخص احساس عدم امنیت نمی کردید؟ مشکل خاصی براتون پدید نیامد؟ چرا والا، هم احساس عدم امنیت می کردیم و هم خب منطقه جنگ زده بود و اتفاقاتی که میافتاد دور و برمون واقعا هر روز ما رو مجبور میکرد که در مورد امنیت و وضعیت نظامی و وضعیتی که ما توش قرار گرفتیم فکر کنیم، چون ما تنها سفید پوستایی بودیم که تو اون منطقه بودیم. 20 ساله که اون منطقه تو جنگ و سالها بود که سفید پوستی اونجا پا نمیگذاشت و وقتی که ما به اونجا رسیدیم دقیقاً کل منطقه فهمید که اینجا دو تا سفید پوست هستش که اومدن میخوان فیلم بسازن. خب برای هم ملت جالب بود، از طرف دیگه برای شورشی هم جالب بود که خب ما میتونیم اگه اینها رو به دستمون بیاریم میتونیم پوانهایی از دولت بگیریم. در هر صورت آدم وقتی که این قدم رو شروع میکنه دلش میخواد به پایانش هم برسونه، واسه همین سعی کردیم که ریسک رو اونقدر که تا جایی که امکان داره پایین بیاریم. در هر صورت اتفاقایی بود، 2 روز بعد از مسافرت اولمون وقتی که برگشتیم به آلمان، 2 روز بعدش اون دهی که ما بودیم حمله کردن، چون ما رفت و آمدمون رو معمولا مخفی نگه می داشتیم، زمانش رو حمله کردن شورشی ها و حدود 30 نفر رو کشتن تو اون کمپی که بودیم، حدود 200 نفر رو با خودشون بردن که یکیشون هم از اون افراد از اون مددکاره اجتماعی بود که با ما بود، گریس، یه دختریه که توی فیلم ما یک نقش بزرگی رو بازی می کنه.